ملت‌های دیگه اومدن. درست. به خاطر ماجیک. شما نمیتونی که بگی هر کس ماجیک رو دوست داره. نه. انسان‌ها عین پنج انگشتن. شما پنج انگشتت عین هم دیگه نیست. هیچ موقع نخواهد بود. انسان هم همین جوریه. یه عده ماجیک رو دوست دارن، یه عده اصلا نفرت دارن، یه عده اصلا از اسمش بدش میان، یه عده اصلا بلیت میگیرن. تماشاچی زیادی داره. درسته. ببین بذار موضوع دور نشیم اگر که موافقی. یکی دیگه از نمونه های کار تو ببینیم بعد ادامه صحبت رو بگیریم. خواهش من مثلا الان این من یه رفیقی داشتم رفتیم یه خودکاری به ما داد. البته این خودکار به این صورت که شارپی you can get anywhere. بعد من این آره دیگه میدم به شما. بعد این شخص اومد به من گفتش که فرانک what can you do with the شارپی. یعنی گفت به من گفتش که چیکار میتونی با این خودکار انجام بدی. گفتم عجب فکر خوبیه، من میرم یک کاری براش انجام میدم. گفتش که بیا این خودکار رو من به تو میدم، ببر روش کار کن ببین چی کاری میتونی باش انجام بدی. بعد من این رو درست کردم. حالا اینو من به شما میگم که چطوری درست کردم. آها. 29 دلار و 99 سنت تو اینترنت فروش گذاشتم. بعد از اینکه روش کار کردی؟ بعد از اینکه یه دونه درست کردم نمایش گذاشتم. آها. توی فیسبوک. بعد گفتم brought you by sharpie.com. 35,000 نفر از دنیا اومدن توی این World of Magic که این رو بخرن. حالا این چه کار انجام میده؟ این یه کراوات معمولیه. شما میتونی دست بزنید. درست. نه جلو خودم بسیگرش رو میدونم مال دست میزنم و مال ماجیک هم نیست. پرادا. درست. Man, I go back and forth and back and forth and back and forth. I hold the pen. I go to the top, come to the bottom. Farsi bego. Frank, Farsi bego. Verdat, verdat in English, you say? Man, back and forth, back and forth. عادت کردیم دیگه. حالا خوردم میخوای بگی فارسی بگو. خب برو. خب حالا من اینو به این صورت بالا پایین میبرم. شما نگاه کنید ببینید. ببینم کروات تو. وای میشه زوم بکنیم روی این کروات که آها این پشتش خوب این پشتش هم داریم میبینیم دیگه. اینم روش خوبی خودکاره. اینم همه کروات. نمیشه یه بار دیگه این کار بکنی حالا که من دست دادم. بعد به همین صورت این رو من تولید کردم. بعد این رو فروختیم. البته خب این همون قسمت 35,000 خریدار داشت. 35,000 تا مثلا 29 دلار برای من تموم شده مثلا 1 دلار. خب حالا شما شده تا به حال که کاری رو اختراع بکنید از همین یه هفته یا ده روزی هایی که میگی نشستی و کارهای عظیمی رو درست کردی، آیا شده که اختراع بکنی و بفروشی به شعبده‌بازهای بزرگ دنیا؟ بله. ببینید من یه دونه به یه دونه مجسمه رو که الان نشون دادم خدمتتون تو همون فیسبوک. تو فیسبوک هست. بله. اون مجسمه که دفعه دیگه حالا به هموطنان نشون میدیم. اون مجسمه رو که دو تا آدم هستن. اون ساخته شماست. آفرین. من اون درست کردم. بعد مجسمه رو همه میرن تستش میکنن. یعنی دست میزنن سنگ خالیه. بعد شما خودتون دیدید که مثلا چطوری سنگ تبدیل به انسان میشه. مثلا اون خیلی پیچیده بود.
11 ماه ما مثلا روش کار کردی. ببین الان نام‌آورترین شاید برای من اینجوری باشه، چون میگم من زیاد این دنیا رو نمی‌شناسم و کارهای تو رو خیلی دوست داشتم، برای همین با هم تماس گرفتم که بیای. و شخصیتت واقعا زنده باشه. دیوید کاپرفیلد الان نام‌آورترین ماجیشین دنیاست. خب آها، نه سوالم ازت اینه، آیا شده چیزی به دیوید کاپرفیلد بفروشی یا نه؟ 12 سال پیش یه دونه چیزی رو فروختم که یه راد بزرگیه که البته امشب یادم رفت بیارم، که اون دستمال نشون میده دست شنجر میکنه غیب میشه. کاش من بهت میگفتم. بعد دوباره حالا دفعه دیگه میارم اونو فروختم. بعد خیلی آره بخاطر اینکه من چند فروختم اونو به دیوید کاپرفیلد؟ اونو فروختم در 1800 دلار فقط. آره دیگه، بخاطر اینکه بعضی موقع چیزایی که میفروشیم، ببینید من وقتی که میفروشم اینا رو میدم به سوپلایرها، اونایی که مثلا تهیه کننده ها و فروشنده ها، فروشنده های کارهای ماجیک هستن فقط برای ماجیشن ها. آره مثلا اونو که نمیگه که چی ساخته، فقط میفروشیم، من اسمم هم نمیذارم. ببینید به طور کلی جناب مهدی، بهتون میخوام عرض کنم که من پشت پرده هستم. البته اونا که جلو پرده هن اونا بیشتر از پول میسازن تا پشت پرده. مثلا من اولوژنیستم، من تخیلات را به وجود میارم. بعد وقتی که تخیلات را به وجود میارم زحمت میکشم. کی پولشو میبره؟ اون کس که خودشو نشون میده به جامعه، بهش میگن ماجیشن. خب حالت وجود داره، اولوژنیست and ماجیشن. ماجیشن مسنجر هستن اونا، یعنی اونا پیامبرن در واقع، یعنی پیام آورن، یعنی این که آن چیزی که ساخته میشه رو منتقل میکنن، منتقل کنندن در واقع، این خواننده و آهنگساز. آهنگساز پولی رو به اون صورت نمیبره، خواننده پول میبره. بله اینا همون حالت انتقال دهنده، آره، کسی رو دارن که خیال سازی میکنه در واقع، در خیال کشف میکنه چیزهایی رو و چیزهایی بهش اضافه میکنه، اختراع میکنه شیوه های جدید و بعد در اختیار همین انتقال دهنده ها به جامعه قرار میده. خب شما نقش اون سازنده رو دارید، راضی هستی یا دلت میخواست مثلا جای دیوید کاپرفیلد باشه؟ نه من راضی، من به خاطر اینکه نرسیدم به اونجا و نخواستم، برای اینکه ببینید شما خیلی مشهور بشی اون پرایوسی تو از بین میبری، یعنی اون قسمتی که نمیدونم چی میگن، یعنی چیزای شخصی تو، زندگی شخصی تو، خصوصی. آره مثلا ببین هر کجا باس بری یا عینک باس بذاری یا خود تو چیز کنی، به خاطر اینکه اگه تو خیابون با هر شخصی که نمیشناسی اونا شما رو میشناسن، 5 دقیقه هم صحبت کنی دفعه میبینید روزت رفته. منتها به سنی الان رسیدم که به من میدیا میگه که you have to go farther and you have to do it، باید بیشتر بری و باید انجام بدی. آره به من الان میگن که بایستی دیگه جای رسیده که شما بایستی بری به قدرت جهانی برسی. الان انشالله به 4-5 ماه دیگه به امید خدا داره میریم همین، فکر کنم یه برنامه است. بذار بعد در بر برنامه آینده صحبت میکنیم. قبلش بگو که ببین از 8 سالگی شروع کردی به کار، تا اونجایی که من میدونم در 18 سالگی به عنوان یک مخترع و تولید کننده محصولات شعبده‌بازی شما اسمت ثبت شد. بله درست، ثبت رسمی شد در همین World of Magic Entertainment. درست بارد. در این فاصله 8 سالگی تا 18 سالگی در ایران که بودی چی کار میکردی؟ فقط سرگرمی های خانوادگی مثلا در 8 سالگی تو وقتی که نخ و لوبیا میدوندی دور هم دیگه، من نمیدونم مثلا در 15 سالگی چیکار میکردی؟ بعد وقتی که اومدم آمریکا، در آمریکا خیلی مشهور شدم. بعد البته کمپانی اومدن که اون موقع که به من بگن که خب پول از ما به انجام دادن از شما، من نخواستم. البته من هیچ موقع به فکر پول نبودم جناب مهدی، همیشه به فکر این بودم که انسان ها رو ببینم و صورتشون رو
خنده ببینم تو صورتشون، یعنی smile on people's face. همیشه دوست داشتم با مردم باشم،